به نام توانایی ده هر ناتوان. رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، با یک کلیپ متفاوت خدمتتون رسیدم. این کلیپ رو اختصاص دادم به یکی از پیامبرانی که برای ما ناشناخته است، حضرت حزقیل. حضرت حزقیل رو حضرت حزقائیل هم میدونن. دوستان گرامی، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. حضرت حزقیل یا حضرت حزقائیل از نوادگان لاوی بوده. لاوی کی بوده؟ از برادران یوسف و فرزند حضرت یعقوب بوده. خدمتتون عرض بشه که حضرت حزقیل از پیامبران بنی اسرائیل بوده و در خدمتتون عرض بشه که در سال 627 پیش از میلاد به دنیا اومده و در ابتدا حضرت حزقائیل کاهن معبدی بود در اورشلیم و بعد از یوشه، حضرت یوشه و حضرت خدمتون عرض بشه که وکالب به پیامبری و نبوت رسیدند. لقب حضرت حزقائیل رو ابن عجوزه میدونند و نام پدر حضرت حزقائیل پوزی و نام مادرش که پیرزن عقیمی بود که در سن پیری حزقائیل رو به دنیا آورد، خدمتتون عرض بشه که مادرش هم عرض کردم پیرزن عقیمی بود. خدمتتون بگم که حضرت حزقیل رو یا حضرت حزقیال یا حزقائیل رو برخی ذوالکفل هم میدونن و یک ادم اون رو هم عصر با حضرت دانیال نبی و ارمیای نبی میدونن. حضرت حزقیل کتابی داره که 48 باب داره و با موضوعاتی از قبیل اتحاد بنی اسرائیل و سقوط اورشلیم که یکی از کتابهای عهد عتیق هست منسوب شده به حضرت حزقیل. میگن در سرزمینی که حضرت حزقیل اونجا حضور داشت طاعونی اومد و مردم اون شهر تماما مردن و حزقیل از کنار اجساد اونها عبور میکرد، استخوانها و گوشتها بر بدن اون مردگان پوسیده شده بود و حضرت حزقیل تک تک اونها رو مجدد زنده میکرد. روایته که خدمتون عرض بشه که شغل حضرت حزقیل، دوستان عزیز، نجار بوده و میگن همون سبدی که مادر حضرت موسی، حضرت موسی رو در درون اون سبد چوبی میاندازه، اون رو حضرت حزقائیل یا حزقیال اون رو ساخته بود. چرا؟ چون ایشون نجار ماهر و چیره دستی بودن. خدمتون عرض بشه که یهودیان حضرت حزقیل رو تبعید میکنن و از سرزمین خودشون بیرون میکنن و به بابل تبعید میکنن و در همون تبعیدگاه حضرت حزقیل در بابل اون رو به قتل میرسونن و خدمتون عرض بشه که همون جایی که حضرت حزقیل رو کشتن یک مکان مقدسگاهی رو میسازن که میگن در نزدیکی حله، در شهر، یکی از شهرهای نزدیک عراق هست. امیدوارم شهر حله رو ببینید. بنده بارها شهر حله رفتم، جای بسیار بسیار خوبی هست و متاسفانه شرایط مناسب نبود که از این مکانها بتونم براتون کلیپ های زیبایی رو بگیرم بفرستم. امیدوارم که مجدداً شرایطی فراهم بشه تا بتونم از این مکانها برای شما دوستان عزیز کلیپ های زیبایی رو تهیه بکنم و به سمع و نظر شما عزیزان برسونم. دوستان عزیز، در انتها لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مهرتون جاوید و امضای خدا پای تمامی رویاهاتون. بدرود.